عناوین برنامه امروز چشم‌انداز از این قرار است: خبر و نظر، وحشت رژیم از اولین آثار اجتماعی زهر، در گیومه قسمتی از سرمقاله رسالت ارگان باند مؤتلفه تحت عنوان درآمدهای نفتی را چگونه در بودجه سال 93 می شود رهگیری کرد. مصاحبه گفتگو با دکتر منوچهر فخیمی، کارشناس ارشد ژئوفیزیک، پیرامون بررسی توافقنامه تحمیلی ژنو، التزامات رژیم، میزان رفع تحریم‌ها و چشم‌انداز در پیش رو. وحشت از اولین آثار اجتماعی زهر. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، صبح امروز در دیدار رئیس و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ضرورت برخورد حکیمانه با پدیده‌های فرهنگی، استمرار پیشرفت علمی در دانشگاه‌ها، تدوین مبانی تحول علوم انسانی و صیانت از زبان زیبای فارسی نکات مهمی را بیان کردند. حضرت آیت الله خامنه ای هدایت و نظارت در مسائل فرهنگی را همچون مراقبت باغبان از گلهای زیبا دانستند و گفتند کندن علفهای هرز در یک بوستان به معنای رشد گلها و استفاده طبیعی آنها از آب و نور و هواست. رهبر انقلاب اسلامی حساس بودن و مقابله با مسائل مخرب فرهنگی را از وظایف نظارتی حکومت دانستند و افزودند همه ما در قبال مسائل فرهنگی و فرهنگ عمومی کشور مسئولیت شرعی و قانونی داریم. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به برخی اظهارات غیر مسئولانه در خصوص لزوم آزادی های فرهنگی همچون غرب خاطر نشان کردند چرا هنگامی که غربی ها بر مسائل غیر معقول و انحرافی همچون اختلاط زن و مرد با عنوان تساوی زن و مرد یا سبک زندگی خود با عنوان پیشرفت و تجدد لجاجت دارند، ما بر ارزش‌های والای فرهنگ خود اصرار نداشته باشیم. حضرت آیت الله خامنه ای سپس یک واقعیت دیگر را مورد اشاره قرار دادند: فعالیت حداقل صدها رسانه صوتی، تصویری، مکتوب و اینترنتی در جهان با هدف مشخص تأثیرگذاری بر ذهن و رفتار ملت ایران. رهبر انقلاب رصد و شناخت دقیق پدیده‌های نوظهور تهاجم فرهنگی را قبل از ورود به ایران ضروری دانستند و خاطر نشان کردند دیر فهمیدن و دیر جنبیدن مشکل آفرین است، بنابراین باید به موقع و حکیمانه برخورد کرد. حضرت آیت الله خامنه ای به عنوان آخرین نکته در بحث تهاجم فرهنگی، انفعال و موضع دفاعی صرف در مقابل فرهنگ مهاجم را بدترین و خسارتبارترین نوع برخورد خواندند و خاطر نشان کردند مواضع تهاجمی نیز در برخی موارد لازم است، اما به هر حال در هر شرایط باید حکیمانه و با فکر عمل کرد. ایشان شتاب فراوان علمی کشور و پیشرفت‌های علمی یک دهه اخیر را واقعیت مبارکی خواندند که مخالفان ایران نیز به آن اذعان کردند. حضرت آیت الله خامنه ای با یادآوری سخنان رئیس جمهور در همین زمینه همه مسئولان کشور به ویژه وزیران آموزش عالی و بهداشت و درمان را موظف کردند همه تلاش خود را به کار گیرند تا چرخه پیشرفت علمی کشور کند نشود و هر روز توسعه و سرعت بیشتری یابد. رهبر انقلاب اسلامی یک توصیه بسیار مهم دیگر هم داشتند و آن اینکه دانشگاه ها به هیچ دلیلی جولانگاه جریان های سیاسی نشود، چرا که این کار جلوی رشد و شتاب علمی را میگیرد. آقای روحانی با اشاره به مصوبات بسیار موفق شورا به ویژه در خصوص تولید علم و فناوری تاکید کردند ما معتقدیم باورهای دینی
باید در کنار عقلانیت و اعتدال از افراطی‌گری و خرافی‌گرایی و شعارزدگی فاصله بگیرد. کیهان خامنه‌ای 20 آذر 1392 ناگهان و با تغییر دولت، حرف از عدم نظارت و کنترل بر فعالیت‌های فرهنگی و هنری به میان می‌آید. به عنوان وجود چتر امنیتی بر فضای فکر و فرهنگ و در قالب زیبای سپردن امر فرهنگ به مردم، سخن از برداشتن نظارت بر این گونه فعالیت‌ها مطرح می‌شود. دیدار دیروز رئیس و اعضای شورای انقلاب فرهنگی با رهبر انقلاب دارای جوانب و زوایای فراوان و مهمی بود. نگاهی به سخنان سال قبل و سالهای قبلتر رهبر انقلاب با اعضای همین شورا نشان از آن دارد که بسیاری از وظایف گوشزد شده است، اما در عرصه عمومی خروجی قابل توجهی به دست نیامده است. یقیناً خروجی با آنچه در توان و اختیار بوده تفاوت فاحش و نگران کننده ای دارد که باید برای آن فکری شود. سرعت تحولات و پیشرفت وسایل ارتباط جمعی و نیز برنامه ریزی هدفمند دشمنان فرهنگ و انقلاب سرعت عمل و هوشیاری بیشتری را طلب می کند. در شورای انقلاب فرهنگی مجموعه ای از فرهیختگان کشور با بررسی همه جانبه اموری را تصویب می کنند. چه کسی مسئول و مأمور اجرای آن است؟ جز این است که مقامات اجرایی نخستین و نزدیکترین مجریان آن مصوبات به شمار می روند؟ متاسفانه در مواردی حتی در یک بود کوچک و نمای ظاهری هم مصوبات رعایت نمی شود. قانون شکنی برخی مسئولین در استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی علارغم ممنوعیت قانونی آنها نمونه تلخ این موضوع است. انتظارها و نیازهای جامعه و البته تهاجم دشمن به گونه جدی و خطیر است که جای مجامله و تعارف باقی نمی گذارد. روحانی میزبان برادران لاریجانی، اولین نشست مشترک سران سه قوه در دولت 11 به میزبانی رئیس جمهور امروز در پاستور برگزار شد. جلسه بسیار خوبی داشتیم با رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و رئیس محترم قوه قضاییه. بحث‌ها پیرامون مشکلات کشور، مسائل اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی بود و اینکه سه قوه چگونه میتونن همدیگر رو یاری و کمک کنند برای حل مسائل کشور. ما از روش کار جناب آقای دکتر روحانی و دولت ایشان که به مسائل اصلی اقتصادی تمرکز کردند که در لایحه بودجه هم این نگاه تا حدی منعکس شده تشکر میکنیم و حمایت میکنیم. یکی از مواردی که بیشتر به کار ما مربوط میشد در این جلسه بحث شد، بحث امنیت اجتماعی بود و مسائلی که میتونه از عوامل مؤثر در ایجاد امنیت اجتماعی در کشور باشه. رؤسای محترم قوا، ریاست محترم جمهور، ریاست محترم مجلس هم به این مسئله سهه گذاشتن و بنا شد که با تعامل قوا همه عوامل دستندرکار، خصوصا قوه قضاییه، نیروی انتظامی و همه وزارت اطلاعات و وزارتخانه‌های مربوط دیگه کمک بکنند برای بحث تأمین امنیت اجتماعی کافی. به صحنه اومدن هراسان و سراسیمه ولی فقیه ارتجاع 3 روز پس از 16 آذر چه پیامی داره؟ مگه توی دانشگاه‌ها چه اتفاقی افتاده که خامنه‌ای رو مجبور کرده از اون تحت عنوان مسائل مخرب فرهنگی نام ببره و فرمان به سر پا کردن دوباره اون دستگاه درهم شکسته سرکوب دانشگاه ها رو بده؟ منظور همون دستگاه منفور موسوم به شورای انقلاب فرهنگیه که خمینی
برای به بند کشیدن و استحاله دانشگاه به وجود آورد، اما شکست خورد و از دور خارج شد. مگه چند شعار مرگ بر دیکتاتور و دانشجو میمیرد ذلت نمیپذیرد چی بود که خامنه‌ای به دنبال اون دانشجوان رو علف حرس نامید و حساس بودن و مقابله با اونها رو از وظایف حکومت دونست و مسئولیت شرعی و قانونی همه باندهای نظام دونست. خامنه‌ای اونقدر نگران بود که رئیس جمهور رژیمش رو در حضور خودش مورد حمله قرار داد و حرفای اون رو اظهارات غیر مسئولانه در خصوص لزوم آزادی‌های فرهنگی دونست. در یه وحشت زدگی ولی فقیه ارتجا اونقدر بود که گفت دیر فهمیدن و دیر جنبیدن در قبال پدیده‌های نوظهور تهاجم فرهنگی برای نظام بسا مشکل آفرین است و تأکید کرد که دولت باید مواظب باشد دانشگاه ها به هیچ وجه جولانگاه جریان های سیاسی نشود. خب حالا برمیگردیم به سوال اول. به صحنه اومدن این چنین هراسان ولی فقیه ارتجا 3 روز پس از 16/11 چه پیامی داره؟ جواب اما میتونیم تو 2 جمله خلاصه بکنیم. اول، اهمیت بسیار زیاد تنین شعار مرگ بر دیکتاتور در دانشگاه‌ها و روشن شدن چنین مشعلی در دل تاریکی و سیاهی ناشی از سرکوب مطلق. و دوم اینکه ناتوانی نظام ولایت فقیه از تحمل همین فریادهایی که به ظاهر ممکنه کوچک و محدود جلوه بکنه. واقعیت اینه که جوری زهر ژنو چنان زخم‌های عمیق و چرکین جسم فرتود نظام رو تحریک کرده که حتی تاب تحمل یک تلنگر رو هم نداره و به نظر می‌رسه که خامنه‌ای و تمام سردمداران رژیمش حق دارن که چنین وحشت زده و سراسیمه باشند. اعتراف رسانه‌های رژیم به وضعیت خراب اقتصادی. رسالت ارگان مطلقه. درآمدهای نفتی را چگونه در بودجه سال 93 می‌شود راهگیری کرد؟ بر اساس ماده واحدی قانون بودجه سال 93، قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی، هم از دولتی و خصوصی، 18 دلار است. همچنین قیمت خوراک فراورده های نفتی تحویلی پتروشیمی ها به شرکت ملی نفت 18 دلار می باشد. این قیمت گذاری نشان می دهد دولت مایل به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 93 نیست، چرا که قانون هدفمند کردن یارانه ها قیمت فروش نفت خام و معاونات گازی به پالایشگاه های داخلی را در سال پایان برنامه 5 ساله 95% فوب خلیج فارس تعیین کرده است. چگونه میتوان با فروش نفت بشکه 18 دلار به پالایشگاه ها قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا کرد در حالی که قیمت نفت از 105 دلار طی سالهای گذشته پایین نیامده است؟ دولت که همواره پایبندی خود را به قانون اعلام کرده است، آیا میخواهد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال 93 هم سر باز زند؟ حال چگونه است که وقتی میخواهند بودجه سال 93 را بنویسند، اعلام میکنند شیوه فعلی پرداخت یارانه ها ادامه مییابد؟ این پرداخت ها از طریق فروش 18 دلاری نفت خام به پالایشگاه ها تامین نمیشود. بقیه آن را از کجا میخواهند تامین کنند؟ ضمن اینکه پرداخت یارانه به میزان سال پایه 89 با توجه به تورم کنونی افتخاری برای دولت نیست.
آیا دولت 11 نمیخواهد از باب شفاف سازی درآمدهای نفتی از قاچاق فرآورده‌های نفتی جلوگیری کند؟ آیا درست است که در سال 4 اجرای هدفمندی یارانه‌ها قیمت بنزین در ایران لیتری 400 یا 700 تومان باشد و در کشور همسایه ما ترکیه لیتری 8000 تومان؟ آیا این فسادآور و مشوق قاچاق نیست؟ بر اساس صورت‌های مالی شرکت ملی پخش و پالایش، میلیاردها لیتر فرآورده نفتی همه ساله به کشورهای همجوار و یا دیگر کشورها صادر می‌شود. به طور مثال، در سال گذشته 7 میلیارد و 871 میلیون لیتر فقط بنزین به خارج صادر شده است و این در حالی است که گفته می‌شود بنزین تولیدی در داخل کفاف احتیاجات را نمی‌دهد و باید از خارج وارد کنیم. سوال این است، تولید بنزین در داخل با قیمت نفت خام 18 دلار در بشکه و صادرات آن با قیمت خوب خلیج فارس که بالای 105 دلار است، چه شفافیتی در حساب و کتاب شرکت ملی نفت و شرکت ملی پخش و پالایش به وجود می آورد؟ اگر صادرات 11 میلیارد و 895 میلیون لیتر نفت گاز و نیز صادرات 9 میلیارد و 628 میلیون لیتر نفت کوره سبک و سنگین را هم به آن اضافه کنیم، موضوع شفافیت در درآمدهای نفتی و فرآورده‌های نفتی را چگونه در بودجه سال 93 می شود رهگیری کرد؟ حال اصلاً به مقادیر نجومی صادرات بنزین سوپر، نفتای سبک و سنگین و غیر و نیز خوراک روغنسازی و روغن خام حتی اشاره هم نمی کنم. بررسی توافقنامه تحمیلی ژنو، التزامات رژیم، میزان رفع تحریم‌ها، چشم‌انداز در پیش رو. گفتگو با دکتر منوچهر فخیمی، کارشناس ارشد ژئوفیزیک. از روز امضای توافقنامه ژنو، هم بین مهره‌های رژیم و هم در میان سیاستمداران و کارشناسان خارجی بحث و جدل‌های بسیاری صورت می‌گیرد. یکی از اصلی ترین سوال ها این است که آیا این توافق یک داد و ستد متوازن بوده است؟ اگر نه، کدام طرف به طرف مقابل امتیازهای جدی داد تا امضای آن عملی شود؟ از دکتر منوچهر فخیمی، کارشناس ارشد ژئوفیزیک خواستیم نخست در این رابطه توضیح بدهد که چه شد رژیم آخوندی پای امضای چنین توافقی آمد. چون تا پیش از مذاکرات ژنو، رژیم همواره تلاش داشت با گفتگو برای گفتگو برای تولید بمب اتمی زمان بخرد. علت تغییر رویکرد رژیم ایران چه بود؟ اگر به خاطر داشته باشیم، یک بار احمدی نژاد در تلویزیون اشاره کرد که قطار بی دنده و ترمز با سرعت زیاد به پیش می رود. همینطور در یک سخنرانی دیگه وی چنین مطرح کرد که تحریم ها کاغذ پاره بیش نیستند و تا می توانید به این تحریم ها اضافه بکنید. رهبر مرتجع رژیم خامنه ای اشاره کرد که تحریم ها به نفع ماست و اقتصاد ما را بارور می کند. الان رژیم به مرحله رسیده که حتی قادر نیست حقوق کارکنان خودش پرداخت بکنه. حقوق آنها ماها و سالها به عقب میفته. تظاهرات و اعتصابات گسترده در این زمینه که در سرتاسر کشور شروع شده بر همین واقعیت دلالت میکنه. بنابراین رژیم چاره‌ای نداشت که به سبب رفع تحریم ها که به صورت گسترده گریبان رژیم رو گرفته سعی بکنه که تا اندازه از این مشکلات راحت تر بیرون بیاد.
رژیم قبل از مذاکرات با سران کشورهای پنج به علاوه یک، خصوصا با آمریکا، مذاکرات محرمانه ای انجام داد که در این مذاکرات ضمن تایید بر تسلیم بی قید و شرط خودش فقط خواستار آن بود که این توافقنامه به شکلی باشه که موضع داخلی خود رژیم در خطر نیفته. ولی همونطوری که هفته گذشته دیدیم، بلافاصله پس از اعلام توافقنامه بین رژیم و کشورهای پنج به علاوه یک، سر و صدای مجلس، سپاه پاسداران، پاسدار شریعت مداری و امام جمعه های موقت تهران و شهرستان ها بیرون آمد که این توافقنامه نیست، بلکه یک یادداشت تفاهم بیشتر نیست. در ژنو چه دادیم و چه گرفتیم؟ از سوال هایی که به جنگ و جدال میان بانک های رژیم به شدت دامن میزند. اما بالاخره طبق توافقنامه ژنو رژیم چه التزاماتی دارد؟ تحریم ها چقدر کاهش می‌یابد؟ دکتر فخیمی در این رابطه اینطور توضیح داد. در این توافقنامه ها تحریم های کلیدی نفتی، بانکی و مالی به قوت خود باقی می‌ماند. شناسایی تمام قطعنامه های شورای امنیت باید به وسیله رژیم به رسمیت شناخته شد. از NPT پیمان عدم تکثیر سلاح‌های اتمی مطابقت کامل صورت بگیرد. توقف غنی‌سازی بیش از 5% و از بین بردن غنی‌سازی‌های بالای 5% انجام بگیرد. عدم نصب سانتریفوژهای جدید به هر شکل. نیمی از سانتریفوژهای نترس و 3/4 سانتریفوژهای فردو تعطیل شد. فعالیت راکتور آب سنگین عراق به جهت تولید پلوتونیوم متوقف شد. امکان بازرسی روزانه و بدون اطلاع قبلی کارشناسان آژانس بین المللی اتمی از تأسیسات اتمی رژیم شامل تأسیسات غنی‌سازی، تأسیسات جداسازی اکسید اورانیوم از سنگ باطله و کارگاه‌های مربوط به تعمیر سانتریفوژها انجام بگیرد. کاهش تحریم‌ها در موارد زیر فقط برای مدت 6 ماه. طلا، فلزات قیمتی، قطعات بخش خودروسازی، پتروشیمی به مبلغ 1.5 میلیارد دلار. مجوز تعمیر هواپیماها به صورت محدود در کشور. اجازه فروش نفت به مقدار 4.2 میلیارد دلار. 400 میلیون دلار برای پرداخت کمک هزینه های تحصیلی دانشجویان. اینها مواردی هستند که در این توافقنامه مورد تفاوق کشورهای پنج به علاوه یک و رژیم انجام شده است. از دکتر منوچهر فخیمی خواستیم در پایان نظرش را درباره ادامه روند بحران هسته‌ای رژیم ارائه کند. آیا رژیم از بمب‌سازی دست کشیده؟ آیا تمام عیار به جام زهر تحمیلی تن می‌دهد؟ چالش‌های در پیش رو برای آخوندها چیست؟ در رابطه با فعالیت‌های اتمی رژیم، مقاومت بارها تأکید کرده که رژیم در یک بمب‌بست جدی قرار گرفته، نمی‌تواند پروژه ساخت بمب اتمی را تکمیل کند و نمی‌تواند از چاهی که برای خود کنده و در آن فرو رفته است
سالم بیرون بیاید. این وضعیت به مراتب از جام زهری که خمینی در رابطه با آتش بس در جنگ ایران و عراق خورد به شدت سخت‌تر است، زیرا جنگ ایران و عراق از ابتدا مخالفینی هم داشت و این آتش بس از ادامه خونریزی و کشتار جلوگیری میکرد. ضمن اینکه خمینی در هر صورت بنیانگذار جمهوری اسلامی بود، در حالی که خامنه ای یک آخوند کم مرتبه ای بیش نیست. بنابراین حالا هم چه توافق به مرحله اجرا در بیاید و چه رژیم با آن مخالفت نماید، در هر صورت رژیم سرنوشت خوبی نخواهد داشت. به نظر من آغاز حسابرسی این رژیم از طرف مقاومت آغاز شده و این رژیم باید جوابگوی کشتارها، اعدام، جنایتهای انجام داده خود در مقابل یک دادگاه مردمی باشد.